به نام خدای رحمان و رحیم، سلام و احترامات دارم خدمت همه شما دوستانی که بیننده برنامه معرفت هستین. امیدوارستم در هر نقطه این دنیا که هستین جور و صحتمند باشین و دور از مشکلات روزگار حیات به سر ببرین، خانه هایتان پر از صفا و نور رحمت الهی باشه و بیننده برنامه خودتان تا یک ساعت آینده باشین. بازم من فریه فرهمند خدمت شما هستم با جناب استاد سید زکریای اقبالی تا یک ساعت آینده و داشته خوبی که امروز تقدیمتان میکنیم، امیدوارستیم که دنبال بکنین. جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدین، صبحتان بخیر باشه. صبح با مزرعت وقتتان بخیر باشه. قربان شما، خداوند حفظ کنه شما را. همه بیننده های شبکه جهانی آرزو را برشان سلام عرض ادب دارم. امید که همه لباس عافیت به تن داشته باشه. سلامت باشین. جناب استاد، موضوع بسیار خوب روز قبل انتخاب کرده بودیم که در رابطه با سلامت تیوری انسان هست که تماس دوستا بسیار زیاد بود و بحث ما هم خیلی جالب و نتانستیم که به روش بپردازیم. امروز هم در رابطه با تیوری سلامت انسان دوستان عزیز صحبت میکنیم. قسمی که میفهمیم شناخت انسان سالم به دست دادن ملاک منطقی و علمی در این باره و دغدغه دیرپای بوده هست و چون یک بحث بسیار بزرگ هستی که تئوری سلامت انسان چی است و در کنار امراض جسمانی آیا کدام امراض دیگه هم است که انسان را وضعیتش را خراب بسازه و باعث نابودی شوه یا نه، امروز در رابطه با این میپردازیم. استاد، صدور انجام اعمال خیر و شر از انسان به واسطه محرک هست یا خودسرانه میباشه؟ اگر هست چی چیز باعث انجام اعمال خیر و شر در زندگی انسان میشه؟ گاهی اوقات ما ایرا تعلق میتیم به ای که خب ای به دست ما نیست، تقدیر وقت نوشته شده و انسان در این نقشی نداره و گاهی یک فرد مثلا قاتل میشه یا اعمال ناشایسته ای را انجام میده. این فلسفه چگونه هست؟ آیا به دست خود ما هست یا قبلا مقدور شده و نوشته شده و انسان در او نقش و سهمی نداره؟ خداوند کریم به کلام مقدس میگه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. در این شک نیست که خالق افعال الله هست، اما کننده فعل بندگان خدا است. خداوند بزرگ به خاطر امتحان و آزمون بزرگ که فلسفه خلقت ما هست در دنیا و عالم هستی، انسان را من عیس خلیفه و جانشین خود در روی زمین معین کرد، معرفی کرد. اما در دنیایی که داره ما زندگی میکنیم، اگر بیم تشبیه کنیم به یک باغ بسیار وسیع و گسترده که انسان وارد باغ شود، در این باغ هم میوه ها و حبوبات مفید و خوبی است که انسان از او استفاده میکنه و هم بعضی از اشجار و بعضی از گیاهای مضری هست که اگر انسان به او نزدیک شود یقینا که حیاتش به خطر مواجه میشه. در این شک نیست که افعال و اعمال و کردار انسان ها به دو شاخصه تقسیم شده. یکی شاخصه افعال و اعمال که به نام افعال نیکو ما میگیم و از دیدگاه شرعی مبین به نام معروف قلمداد شده. یکی افعال و اعمال که منکر است، زشت است، قبیح است. تمام انبیای الهی به خاطر آمدن به سوی بشریت که انسان را بر اساس فطرتش سمت و سو به سوی سعادتمندی و رسیدن به قرب الله بدهند و انسان را برایش جاده سعادتمندی را راهنمایی کنند و نشان بدهند. بله، بدون شک یکی ایست که ما در دنیایی که زندگی میکنیم خداوند اراده داده برای ما که اگر ما بر اساس اراده و بر اساس اما تصمیم را که میگیریم به یک مسیر میریم که در اون مسیر خیر و سعادتمندی است، الله بزرگ به کلامش وعده کرده که هر عمل خیری را که انجام دادی تو نتیجهش را مبینی. بله. و اگر سمت سوی خود را به سوی جاده شر و معصیت به حساب گام گذاشتیم و رفتیم، در این شک نیست که انسان شریر میشه، عمل شر را که میکنه نتیجهش را میبینه. خداوند در دیگر جای کلام مقدسش میگه علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین. آیا برای تو دو چشم ندادیم ای انسان، یک زبان و دو لب دادیم و دو راه نشان دادیم، راه سیمی وجود ندارم. پس خالق افعال بدون شک الله است.
اما کننده فعل انسان است بر اساس تصمیمش، بر اساس نیتش. انبیاء الهی و پیام‌آوران الهی آمدن انسان را عواقب ناگوار اعمال زشت برشان بیان میکنه که بزرگترینش شرک است و کجروی و عقاید مزخرف. و این شکل انجام اعمال خیر سمت و سو میتن بشریت را و عواقب نیک اعمال خیر هم برش نشان میتن. میمانه موضوعی که خب بالاخره انسان که اراده میکنه کدام نیروی دیگه هم هست برای انسان که محرک خیر و شر باشه؟ بله، در کل دو تا نیرو و قدرت است. خداوند بزرگ برای انسان هم استعداد انجام اعمال فجور را داره، هم استعداد انجام اعمال تقوا را. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. بدون شک در این شک نیست که الله بزرگ برای ملائک میگه که در قلب بنده مؤمنم الهام کنین، یعنی چیز را الهام کنین که او به خیرش باشه، به رفایش باشه، به سعادت مندیش باشه. ارگاه قلب انسان مؤمن میایه ای الهامات ملک را میگیره و به گوش دل مشنوه و میره به مسیر خیر، واقعا که انسان اونموست که سعادتمند میشه. یعنی محرک تمام اعمال خیر ما ملک است و محرک تمام اعمال شر ما شیطان میباشه. بله جناب استاد، دلیل ازت هم تماس داریم. فیض محمد از مزار شریف تماس گرفتن. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدین به برنامه معرفت. علیکم السلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین، بفرمایید سوالتان را. از نهاله در سوال داشتم یه باز بیا غسل میکنه اون دیگه وزون نمیگه امور هم غسل نماز نمیگه نماز نمیگه. بسیار خوب، سوالتان را گرفتیم، دیگه کدام سوال ندارین؟ وقتتان بخیر، در لابلای برنامه منتظر باشین جناب استاد تا به سوالتان پاسخ رای خواهد کردن. از این سبب شما ببینین که انسان در طول ایام و لیالی زندگی خود به دو دکه دهنده مواجه است. یکی دکه دهنده خیر ملک، دیگه دکه دهنده شر که شیطان است. حضرت رسول گرامی میگه در وجود هر انسان دکه دهنده از خیر از شر است. و اویشه که انسان به حساب از ملک الهام میگیره و گوش دل به الهام ملک میسپاره، فل بر یک قاطع عملی میکنه، در این شک نیست که روز به روز به سوی خیر روان میشه. چرا؟ دو تا بستر است که به خاطر تصرف دو بستر نظام باطنی انسان، هم ملک دست به کار است هم شیطان. او یکی مغز انسان، یکی قلب انسان. شما ببینید انسان وقتی هر قدر اعمال زشت و قبیح و گناهی را مرتکب میشه، از اونمو صحنه انجام عمل کرد اتومات مغز تصویر برداری میکنه و هر وقت که بیادش امو من شیطان بخواه وسوسه کنه، از امو تصویر ها میگیره، در صفحه قلب پخش میکنه. اگر یک انسان دزد باشه، شما ببینید که مهارت های دزدی به خرج میده. خب از کجا یاد گرفته؟ آغاز خودی دزد نبود، بالاخره کسی بود که یک راهنمایی کرد، اما این در این مسیر رفته آنقدر تجربه پیدا کرده که هر جا بخواه کجا را بدزده، اتومات از مؤاخذه مغزش چیزی که از گرفته در صفحه دل انداخته میشه که این خانه را به این شکل دزدی کن. یک انسان قاتل باشه عین شکل. برعکس اگر انسان اعمال خیر انجام داده میره و عبادت خوب میکنه، به مردم خیر میرسانه، وجودش منبع خیر برای دیگران میشه، باز اینجاست که ملک تسلط پیدا میکنه. ملک در زندگی برای ازی الهام میکنه. چی الهام میکنه؟ اما اعمال خیره که از او حز و لذت ایمانی میبره. شما ببینید یک انسان دست باز داره، سخاوتمند است، همیش وقتی که بخواهه از سخاوتمندی دست بگیره الهام ملک میشه، فلانی را کمک کرده، چقدر وقت دعای خیر کرد، اوتومات پس میبینه اما تصمیم خود را میگیره که به کسی دیگه باز خیر برسانه. زین سبب انسان خامخواه به یک جهت اداره حرکت میکنه. هر کدام ما یا او جهت خیر است یا جهت شر ما است. هیچ امکان نداره که یک انسان بین و بین در زندگی سر و سامان بده که اعمالش نه خیر باشه نه شر، امکان نداره. چرا؟ خداوند میگه دو عمل است که انسان انجام میده. در کل اعمال خیر یک تعداد بسیار کلی و محکم داره، اون نیت است.
به او خاطر پیامبر عظیم الشان میگه انما الاعمال بالنیات، عمل آی شما ارتباط ناگسستنی و محکم با نیت. زین سبب در دین وقتی متون دین ما مراجعه میکنیم هر عمل را بر اساس نیت خدا پاداش میده. بر اساس نیت شما ببینید پیامبر عظیم الشان برای یک بسوی صحابه میگه تبسم که فی وجه اخیک صدقه، اگر یک تبسم به سوی برادر مسلمانت میکنی امی صدقه است. بعد صحابه گفت یا رسول الله این چی معنی؟ گفت اگر نیتتان امی به خاطر خوشی یک برادر باشه بله صدقه است. گاهی اوقات اگر نیت خدایی نبود حتی اعمال خیر هم نتیجه بخش نمی باشه. مثلا نماز، مثلا ذکر، مثلا حج، همه عبادات ارتباط ناگسستنی با نیت دارند. اگر نیت بر اساس تظاهر و ریا بود بازم اعمال خیر نتیجه بخش نمی. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان میایه استه اعمال ما را تخریب میکنه. چیز نیت ما را تخریب میکنه، کوشش میکنه که نیت ما خدایی نباشه. زین سبب خدا در قرآن میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. هر که شما آرزوی قربت الله داره عمل کنه، بله، عمل صالح و به عبادت الله کسی را شریک نسازه، یعنی نیتش خدایی باشه، معزن لله باشه. یکی از شرک هایی را که پیامبر شرک اصغر گفته ریا هست. خب شیطان چگونه وسوسه را خلق میکنه؟ اول کوشش میکنه که مانع خیر شویم برای ما، ما را از انجام اعمال خیر دور، و میبینه که انسان اصرار به انجام اعمال خیر میکنه نیتش را تخریب میکنه، نیت را همو سمت و سوی خدایی که داره او را از بین میبره، ریایی میشازه، تظاهر خودنمایی. چرا پیامبر علیه السلام میتنین صدقه و صدقه است که با دست راست دادی دست چپت خبر نشه؟ خب هر قدر که اعمال پوشیده باشه، در خفا باشه، محضر لله باشه، از درون انسان نوع تقویه روحی پیدا میکنه، اما قدر بستر مغز و قلب انسان برای پذیرش الام ملک آماده میشه. به امون پیمانه که انسان خدای نخواسته سمت و سو بته خود را به سوی شر و وساوس شیطان را بگیره، الهام ملک ننپذیره، به امون اندازه انسان شریر شده میره، انسان بدتینت شده میره، انسان مسیرش به سوی شیطنت میشه. شما ببینید که خدا در قرآن وقتی میگه که به ما پناه ببرین از شر ملعون، وی شیطان را باز دو کتگوری تقسیم میکنه، شیطان جنی و انسی. علما میگن شیطان انسی خطرناکتر از شیطان جنی هست. شما ببینید بسیار عزیزای ما، بسیار دوستای ما را همین محرک شر شیطان انسی بوده. طرف جوان متدین با خدا با نماز، اما یک شیطان انسی پیدا شده که او شرابی بوده، بله، رفته رفته او را شرابی ساخته، دزد بوده او را دزد ساخته، قاتل بوده طرف را قاتل ساخته. شیطان های انسی خیلی خطرناک هستند. با تاسف امروز در جامعه ما با یک لباس انسان خیر و خیرخواه میان در مقابل یک انسان میستن، اما نیت شوم را داره که او را به سوی گمراهی سمت سو بده. دقیقاً که خطرناک ترینش هم امین نامیتانه باشه که انسان را به بدبختی ها بکشانه و وضعیت زندگیش را بدتر و بدتر بسازه. فعلا هم تماس داریم که فریدون جان از مزار شریف تماس گرفتن. سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی به برنامه. تشکر، سلامت باشین، امیدوار هستم که خوب باشین، به برنامه معرفت خوش آمدین، بفرمایین سوالتان را. خواره کنم گفتم این مالوی بودیم، مدرس خیل روزی خود خوردیم، سرطان داشتم، تومور دستر داشتم، مریض بودم، گرفته نتانیستم، بازم سال فضل خدا گرفتم و در زمش پای ما خواب نمیشه، دراز همه تو ماندگیسته، ما شیشتکایی نماز میخوانم، گفتم من میرم من جوابشو بگیرم. بله، روزه رو هم گفتین نگرفتین و فعلا بعدش گرفتین دیگه؟ بنا 3 سال مکمل نتونستم، تومور دستر داشتم، سرطان داشتم، من شیده فعلا که خوب هستین به فضل خداوند. فضل خداوند جل جلاله، خدا جان مهربان شد، گم شدم تو قیفی. امیدوار هستیم که خوب و صحتمند باشین و از تمام امراض به دور باشین. برنامه را بیننده باشین. جناب استاد به سوالتان پاسخ خواهد داد. وقتی بخیر. بله. دوستانی که تا این دم بر ما تماس گرفته بودن بعد یک میان برنامه و سوالاتان جناب استاد پاسخ خواهد داد. حالا یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه با ما باشین. Thank you.
در ادامه برنامه معرفت با شما هستیم و رسیدیم به پاسخ به سوالاتی که هموطنان ما کرده بود که فیض محمد از مزار شریف تماس گرفته بودند و در رابطه به غسل کردن سوال داشتند. جناب استاد، سوالشانی بود که اگر ما غسل بگیریم و قبل از اینکه مثلا وضو بگیریم یا تنها غسل کنیم و بریم نماز بخوانیم، نماز ما قبول درگاه حق میشه یا نه؟ حکمش چی است از لحاظ دین مقدس اسلام؟ شما در هر اعمال شرعی که انسان انجام میده، یکی مطابق طریقی سنت پیامبر است، یکی خلاف طریقی سنت پیامبر. و هر عمل در دل خود سنت، فرض، واجبات را دارد. غسل چند نوع غسل است؟ یکی غسل است که تطهیر و پاکی از جنابت است، و یکی غسل است بخاطر عزیز که اما آلودگی نجاست از خود پاک میکنند. اما طهارت نمیگیره. سنت بر ایست در غسل که شخص غسل کننده پیش از اینکه سر خود آب میریزه باید استنجا کنه، اگر لباس ملبس به نجاست باشه پاک کنه، بعد کمال طهارت کنه، بعد از طهارت غسل کنه که به شانه راست، شانه چپ و سر خود آب بریزه، سراپا تمام بدن خود را درست بشویه. اما اگر غسل از جنابت بود، قطعا در غسل سه فرض است. در او حالت یکی شستن تمام بدن است، یکی مزمزه هست، یکی استنشاق، یعنی آب را به دهان خوب غرغره کردن، به بینی خوب کشاندن که میشه خون های بینی کمی سوخت اطابع کنه، البته در صورتی که روزه نداشته باشه. و شخص اگر میه راستن غسل میکنه، اگر شخص در حال جنابت باشه، مزمزه و استنشاق نکرده، غسلش نمیشه، مجددن غسل کنه، طهارت نمازش هم نمیشه. بله. اگر در حال جنابت نیست، غسل کرده، مزمزه استنشاق کرده و نکرده، طهارت نگرفته، نماز بخونه، نمازش میشه؟ بله، نمازش میشه، اما با ترک سنت. چون در سنت غسل یکی است که اول باید طهارت گرفته شه، و طهارت هم میفهمیم که در دل خود چقدر سنت آیره داره. همه اینها ترک شده، این غسل کردن مثل کسی که میره به یک نهر آب بازی میکنه، قطعا نمازش میشه اما با ترک سنت است. بله. و فریدون جانم از مزار شریف تماس گرفته بودن که سوال داشتن در رابطه با اینکه تومور مغزی 3 سال داشتن و نتونستن که روزه بگیرن و بعدش حالا تلاش دارن که روزه خود را بگیرن، این چه حکم داره؟ و همچنان پایشان قاطع راست نمیشه، یعنی نمیتونه به راحتی باز بسته بکنه و به ایستادگی نماز بخونه، حالا نشسته هست. حکم خواندن نمازشان به صورت نشسته چگونه است و اراس دارن که آیا میشه نمیشه قبول درگاه حق؟ میشه در رابطه بیشتر معلومات بدین؟ بشک در شریعت ما همه بشارت ها و سهولت ها نهفته. شما ببینید قیام در هر عبادت، اگر فرض بود قیام فرض است، واجب بود واجب، بله. سنت بود سنت. چرا؟ به خاطر از اینکه گاهی اوقات انسان استطاعت و توانمندی استاد نماز خواندن را نداره، قطعا از نگاه شرعی معذور است، میتونه نشسته نماز بخونه، حتی اگر به شکل مشکل چالش داره که سجده و رکوع کرده نمیتونه در حال نشسته، ایما و اشاره را شریعت تجویز کرده، بلی نمازشان میشه، عذر معقول دارن. میمونه موضوع از اینکه اینها تومور مغزی داشتن، مدت زمان زیر تداوی طبیب بودند، اما خداوند دوباره اینها را شفایاب ساخت. روزه هایشون را چک کنند، روزه ها را قضا بیارن. اگر 1 سال یا 2 سال یا 3 سال نتانستن که ایام رمضان را روزه بگیرن، اما روزه ها را اگر صحتمند هستن، تندرست هستن، قضا بیارن، قضا باید بیارن. و اگر بعض انسان هاست مریض است که به بستر است، اصلا استطاعت و توانمندی روزه گرفتن را اصلا نداره، و یا اینکه طبیب اجازه نمیده به خاطر افزونی مرضش، در این صورت قطعا اونم فدیه ایام و روزه را باید بده. بله، امیدوارستم که جواب سوالتان را گرفته باشه. نمیایم روی بس ما. استاد، در رابطه با خیر و شر و نقش انسان در تقدیر صحبت های داشتین و سوال اینجا مطرح میشه که چگونه کارگردانی محرکین ملک و محرکین خیر ملک و شر شیطان در نظام باطنی انسان شکل میگیرد. یعنی آنقدر که شیطان تلاش میکنه که شر به انگیزه و شر انگیز باشه، انسان ها را گمراه برای اشتباه ببره، و ملائکه ها چه نقشی را بر الهام دادن و راهنمایی بشر میتونه داشته باشه؟ آیا اونا هم مثبت عمل میکنن در کناری که شیطان منفی عمل میکنه؟ در وجود انسان
یک آخذه معنوی عجیبه است که ارگوی آخذه به هر طرف گردانیده شوه در صفحه دلش از امو آدرس بعض خیالات میشه. یعنی ارگا آخذه گرندی نظام باطنی خود را انسان امیش به سوی شر، به سوی گناه جهت بته، در این شک نیست که ذهنش، فکرش، قلبش مشغول به او باشه، این فرصت خیلی خوب مساعد میشه برای شیطان که زنبیش وسوسه بیفکنه تا بر از او یک عمل شر دیگر سرش مرتکب شد. مثال ساده، جوان عزیز دستش موبایل خوب اما مدل پیشرفته است، وقتی که میزنه و وارد یوتیوب میشه اتومات در این صفحه میبینه که هم فیلم های مبتذل است، هم فیلم های آموزنده است، هم تبلیغ علما هست، هم موارد آموزنده. اینجا ببینه که شیطان فرصت را غنیمت میشماره، فیلم بدیه و دل ازی وسوسه میکنه. تو دکمه فیلم را ببین یا اخصاد هر رقم چیزی که بالاخره گناه و معصیت قلم داد شده شیطان برش وسوسه میکنه انجام بده. اگر انسانی که واقعا متوجه نظام باطنی خود بود، معرفت درست از رسالت انسانی خود داشت، اتومات میفهمه که وسوسه از آدرس شیطان آمده. چون کارگردانیه که در نظام باطنی شیطان میکنه روی یک برنامه میکنه، به برنامه نیست. توجه هستین؟ مثال ساده، در یک از حکایت آمیه که شخص مرکبش از بند رها شده بود، وارد کشت شد که همسایگیش بود، ای کسی که ای مرکب را میبینه با انتهای خش میایه با یک تفنگ مرکب عزیز میزنه از بین میبره. صاحب مرکب که وقت میگه که چرا مرکب میبره، میبره که طرف خانه نیست، این زن عزیز از بین میبره. وقتی که اون نفر میگه که زن مرا ای به قتل است، این از بین میبره. خب این عالم گفت که آغاز این کار از کجا شد؟ آغاز این کار را شیطان کرد. وقتی که شیطان گفتن چرا کاری که من دیگه کار نکردم، روی یک ریسمان مرکب رها کردم. ببینید که این به شکل مثال برات میگم که یک رها کردن ریسمان مرکب باعث قتل و نفاق و تفرقه میشه. شیطان هم کس بر ملای نظر خود دیده نمیتونن. شیطان کمالش به وسوسه است. قرآن میگه وسوسه فی صدور الناس. پس وسوسه های شیطان خیلی سنجیده شده است، چون شیطان تخصص دارد به وسوسه افغانی به دل انسان ها، در سینه های انسان ها. و این کارگردانی رو چی وقت برای انسان میکنه؟ وقتی که انسان را دید که به ضعف ایمانی گرفتار شده، وقتی انسان را دید که در مقابل خدا، اوامر خدا خیلی بی مبالات و بی تفاوت است، اینجا فرصت را غنیمت. مثلا وقتی که دزد میآید به یک محله، به او خانه میره، دزدی میکنه که صاحب خانه غافل باشه، خواب برده باشه، در به خانه گشوده باشه. خب شیطان هم دزد ایمان ما هست. وقتی سرزمین وجود ما داخل میشه که شیطان انفسی هست، میبینه که ما بندواز خدا، قانون خدا نیستیم. ما صفحات دل خود را، همون ریموت کنترولش را گذاشتیم به دست شیطان. خیلی شیطان راحت برنامه خود را تطبیق میکنه. عین شکل ملک هم کارگردانی ها داره که از دو آدرس گفت میه که مغز، یکی قلب. این دو قلب به مسابه اشترینگ بدن انسان است. شما ببینین یگان انسان ها را قلبش و دلش به یک مسیر خاص میره، اگر نرفت باشه میگه چرا نکرد، میگه دلم نخواست. بله، دل خیلی موقف بالا را دارم. هرگاه انسان با خدا بود، با شریعت بود، با نماز بود، ورد اوراد داشت، ذکر با خدا داشت، خود به خود اینجا صفحات دلش از زنگ گناه و معصیت پاک میشه. و اینجا است که زمینه مساعد میشه برای کارگردانی ملک. ملک برش الهام میکنه، این انسان خیر میشه، این انسان میبینه که باطنش مصفا با نور ایمان میشه. چرا؟ خامخواه هر عمل خیر از خود اثر خیر داره، هر عمل شر اثر شر داره. و شیطان در کل تصمیمش ایست که از ما یک سرمایه را بگیره. او سرمایه به نام سرمایه ایمان است که انسان در ورطه بدبختی ها قرار بگیره. بله، مورد بسیار خوب را اشاره کردن استاد. مهمترین عنصر نظام باطنی برای ملک و شیاطین کدام هاست؟ بدون شک
آنچنان که پیشتر اشاره کردیم، شما در جنگ آیه که در جهان امروز در گذشته ها هم میشد، لشکرکشی ها هم میشد، شما میدین وقتی که یک نیرو یک قوت استعماری وارد مملکت میشد، اول نکات استراتژیک یک مملکت را میامد تصرف میکرد، چون اینجا را که وقت تصرف کرد دیگه بدنه اعظمی یک مملکت فلج میشد. بله. شیطان هم در سرزمین دل ما لشکر کشی داره، ملک هم، و او هم میخواید که امو در مقام و حساب امو مکان استراتژیک بدن انسان سلطه پیدا کنه، و ملک و شیطان او قلب و مغز است. شما ببینید انسان آیه را که خداوند بزرگ در کلامش میگه که اینها کافر هستن، چه میگه؟ ختم الله علی قلوبهم. چرا؟ قلب یک مکان بسیار اساسی است. ایمان را که ما نگه مؤمن هستیم، یک بخش اعظمی از این ارتباط به قلب داره، اقرار به زبان، تصدیق به قلب. حتی علما میگه کسی که به زبان بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، قلبش کلمه را تصدیق نکنه، اون منافق است، مؤمن نیست. چرا؟ عبدالله بن ابی عم از روی مجبوری در جامعه مدینه میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله، حتی نماز هم گاگا میخواند. پس میبینیم که چرا قلبش مسخر به امون نورانیت ایمان نبود، ایره خداوند میگه منافق است. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. خداوند کریم در سوره بقره میگه از انسان ها کسانی هستند که میگن ما ایمان آوردیم به الله و روز آخرت، اونها مؤمن نیستن. خداوند پیامبرش میگه یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینها فریب و خدعه میکنن در مقابل الله و رسول. اینها نه الله را فریب داده میتونن، نه رسول را و نه مؤمنین را، اما نفس خود را فریب میدن. پس از این معلوم میشه قلب یکی از نکات استراتژیک بدن انسان است، که در اینجا اگر شرک نفوذ کرد انسان مشرک است، در اینجا اگر توحید نفوذ کرد انسان موحد و مؤمن است. و شیطان در تمام به حساب تطبیق نقشه و برنامه هایی که داره اینجا را میخواهی که مملو از شرک و ریا و تظاهر بسازه، و ملک هم این نکتر سرش بگه که اینجا را مملو از نورانیت ایمان باید باشه. یعنی ملک هم از دست انسان کش کرده به سوی یک عمل خیر نمیبره، شیطان هم از دست انسان کش کرده به سوی یک عمل شر نمیبره. در نهایت ملک الهام میکنه، شیطان وسوسه میکنه. این انسان است که تصمیم گرنده است که در اینجا کدام گپ را میکنه. بله. اگر انسان با خرد بود، آخر نگر بود، آخر نگر نه، سرزمین وجودش که از عالم خلق است به مو حد به او میپردازه که دین گفتم، اما سرزمین دیگه به نام سرزمین دلش است و سرزمین ایمانش است، برای از او عمران آبادیش برنامه میداشته باشه. شیطان و ملک فقط دو عنصر اساسی نظام باطنی. ما شما در بحث قبلی گفتیم که انسان دارای عناصر نظام باطنی است، روح است، قلب است، مغز است، عقل است، دکدینده خیر ملک، دکدینده شر شیطان، و این دوتا خیلی، چون این دوتا یک رابطه ارگانیک و بسیار عجیبه دارن. شما ببینید همیش من مثال سالمتون، وقتی که در یک جای دفتر باشین 10 سال بعدم که به مو جا برین، اما مناظره که ببینین، منظر جهاره اتومات از امی آرشیف مغز اما منظره هایی که 10 سال قبل دارین، پس اینجا من آمده بودم، اینجا را دیده بودم، اینجا که در تغییرات آمده. بله. چرا انسان در زندگی هر عمل خیری شری که انجام میده، این کل نوارهای سب در مغز ازی هست، و مغز ازی هر وقت که در اونم واقع روبرو شد پس اونم را زکنال میده و برش میاره. بله. خب شیطان چه کار میکنه؟ شیطان میگه تو عمل شر زیاد انجام بده. چرا؟ هر قدر انسان شریر باشه، اونم قدر در خاطره مغزش از نوارهای شر ثبت شده میره. حتی بعضی انسان ها از بس که زانی هستن زمین زنا مساعد نمیشه، در خیالات گذشته باز هم به یاد زناها میفتن، دزد به یاد دزدی، قاتل به یاد قتل، اما برعکس انسان اگر در مسیر خیر بود به یاد خیر میفته. دیخان استاد، و با خداوند بزرگم میفرماید که امانا شیطان برای شما بزرگترین دشمن هست، دشمن آشکارا هست، و باید این را بپذیریم و راه های خوب را خودمان از میان خیر و شر انتخاب بکنیم. استاد، موارد بسیار خوب را هم در این رابطه یادآور شده این، و سوال اینجا برمیگرده، مثلا
بیشتر از انسانها زمانی که میگن خب من اینی گناه را کردم، حالا من آلوده به گناه هستم و دیگر راهی هم برای برگشت وجود نداره و قساوت قلبشان روز به روز بیشتر میشه. مثل یک نفر یک بار قتل میکنه، به مرور زمان برایش یک چیز عادی میشه. کسی که مانند دیدی مثلا زنا میکنن، دروغ میگن یا شراب میخورن یا به راههای دیگه اشتباه میرن. درگه خداوند هیچگاه درگه ناامیدی نیست و در حتی اگر تا گلو هم به گناه غرق باشیم، راه است که ما برگردیم. چگونه هم یه سره برای خود ما بتهیم، چگونه خود ما اول خود را ببخشیم، طلب بخشش بکنیم و از قساوت قلب دور شویم و اشخاصی که مثلا حس میکنن گناه های بسیار بزرگ دارن، درگه خداوند را جستجو بکنن و قلبشان را روشن و منور بگردانن. شما ببینید خداوند کریم در کلامش میگه لا تقنط من رحمت الله، هر قدر هم که مرتکب گناه و بدی باشی از رحمت خدا مایوس نباش، از مغفرت خدا مایوس نباش. ما یک حدیث را میگم، البته مضمونی حدیث میگم، عربیش بگیم وقت به درازا نکشم، که پیامبر عظیم شان مهربانی کرده میفرمایند مگه شخص قاتل و جانی که 99 نفر را به قتل رسانده بود، پیش کسی میره که او البته آگاهی از دین داره، مگه ما 99 نفر را به قتل رساندیم، اگر توبه کنم خدا میبخشه یا خیر؟ این شخص میگه تو 99 نفر را کشتی، هرگز خدا تو را نمیبخشه. این معلوم یاد میده که عصبانی میشه، این را میگه به قتل من 100 نفر. پیش کسی دیگه که میره، این انسان بسیار با حکمت این را فراخوان میده، میگه تو در محل و یا مکانی که هستی جنایت و گناه زیاد کرده، در یک شهر که اونجا اکثریت انسان های خوب و طایب هستن، برو به نیت توبه به او شهر اجرت کو، به حضور خدا تصمیم قاطع بگی، توبه کو، خدا میبخشه. این میگه شخص حرکت میکنه در مسیری را، عمرش پره میشه، ملک قبض روح میاد، این را قبض روح میکنه، پیش از اینکه به او شهر برسه جان به جانان میته، فوت میشه. پیامبر عظیم الشان میگه که دو گروه از ملائک میه، یک گروه از ملائک جهنم، یک گروه از ملائک بهشت. آن گروه از ملائک از آدرس به حساب جهنم آمده، این را میخواه به جهنم، چون 100 نفر را به قتل رسانده. گروهی دیگه از ملائک بهشت میگه نه، این بنیت توبه حرکت که ما را بهشت میبریم. میگه ملک دیگه میایه بین از اینها حکم میشه، میگه شما کار کنین که جسد امی شخص در جایی که افتیده قبض روح شده، از شهری که برآمده در شهر گناه زیاد کرده، یک وجب بگیرین که چند وجب است، او طرف هم به شهری که باید میره اندازه بگیرین که چند وجب است. ارگاه این جسد به شهر توبه نزدیک بود، این بنده طایب خداست، ایره به جنت خداوند میبره، جنت برش. اگر به شهری که در اونجا زیاد گناه مرتکب شده به اون نزدیک بود، دقیقا که رای حتی پیامبر عظیم الشان میگه چند وجب بیش به شهری که باید توبه میکرد نزدیک بود، شایسته جنت شد. یعنی مضمون حدیث اینه است که ما گناه کنیم، قتل کنیم، جنایت کنیم، گناه را هیچ خرد نپنداریم، از هر گناه برحذر باشیم، اما پیام حدیث ایست که هر قدرم انسان گناهی بداشته باشه از خدا مایوس نباشه. بله. خداوند گفته لا تقنط و برحمت الله، و شیطان هم یگانه برنامه‌ای که داره ما را رابطه امید ما را با خدا قطع میکنه تا ما راحت به هر گناهی دیگه دست بندازیم. مثلا گفته پیشتر شما طرف میگه من گناه کردم، خدا ما را کی میبخشه؟ یا یک قدر کار بد کردیم، هر گناهی که داری خدا میبخشه، مشروط به اینکه توبه نصوح و قاطع کنی، با آستانه کرم خدا مراجعه کنی. بله، میگن که این درگه ما درگه ناامیدی نیست، صد بار گر توبه شکستی بازا. رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه برنامه معرفت با ما باشین. برگشتیم دوستا، در ادامه برنامه با شما هستیم و شماره تماس برنامه هم 0798-4012 هست، جای ارتباطی شما با برنامه معرفت، و میتونید که سوالات خود را با ما شریک بسازین و امروز هم روی تئوری سلامت انسان صحبت میکنیم. استاد، خب میفهمیم که الهام ملائکه ها هم است و وسواس شیطان هم، انسان چگونه بفهمه، فرق قائل شوه و حرکت بکنه به سمت و سوی چیزهای مثبت؟ حالا که شما در لابلای صحبت هایتان مثلا از فیلم های مبتذل که در یوتیوب هست یاد کردین که خب برای فرد مشخص است را که کدام را انتخاب کنه، رای درست و یا هم رای اشتباه، ولی جذبه همی کار اونا را میکشانن که برن کارهای منفی را مثلا بیشتر دنبال بکنن. چگونه بیان فرق قائل شوند، خب مثلا کنترل داشته باشن و مور راه درست و مثبت را انتخاب بکنن؟ شما ببینید، یک کسی اگر مریض میشه به محضر یک طبیب میره،
وقتی مرضش تشخیص میشه و برش گفته میشه که مرضت خیلی خطرناک هست، برازی می دارو تجویز میکنه، پیشکاری میته. خدای را امر می تزریق کردن آمپول یک درد داره، یا حتی برای عملیات آماده میشه طرف که وجودش جرح میشه. بله. با وجودی که اینمی خودش یک درد میاره، پول را هم در مقابل به طرف مقابل که دکتر است میته تا یکی کار را بکنه. خب یک بار از خود سوال کنه انسان، من چرا هم وجود خود را دردمند میسازم با تزریق آمپول یا جرح و عملیات و آمپولی را میتم؟ به خاطر چی؟ به خاطر که یک مرض مهلک در وجود ما هست تا شفایاب شود. بله. بدون شک امراض ما شما در بحث قبلی گفتیم تنها امراض جسمی نیست، امراض روحی است، امراض باطنی هست. هر مرض از خود یک پیامد خیلی خطرناک را در وجود انسان به بار میاره. مثال وقتی یک انسان به یک مرض مهلک گرفتار میشه، یک تا از پیامدهای خطرناکش ایست که البته امراض معنوی که مانند تکبر است، چشم چرانی است، ریا است، حسادت است و و ایست که امی لذت و طعم و ذائقه ایمان را نمیتونه دیگه درک کنه و بچشه و لذت در عبادت برش نیست، لذت بر نماز نیست، لذت به طاعت نیست و هر کار را که از اعمال خیر برش انجام میده یک کیف و معنویت برش پیدا نیست. از این سبب اینمی حالت یک حالت است که ارگاه انسان متوجه شد در صدر مداوانه شد، به این معنی است که دست و پای خود را بسته در زیر دست شیطان خود را می اندازه. از این سبب ما بکوشیم اول از درون همین چیز را که در قلب ما پرت میشه لاقل بر اساس یک برنامه ببینیم که هیچ امکان نداره وقت انسان یک عمل خیر را انجام بده او پاداش پیش خدا نداشته باشه، اگر خدایی باشه. اگر یک عمل شر را انجام بده او یک آسیبی را نداشته باشه. اول همه طور یک مثال ساده برای عزیزای بننده میگم، شما ببینید که الله چقدر به ما فرصت داده که ارگا به ما قلب ما یک الهامی از ملک میشه، به همون لحظه که ما مصمم به عمل خیر میشیم که همین الهام هم میگیریم، فردا همین کار را میکنم. هنوز کار را نکردی، الله به حسناتت یک تا حسنه میگه بنویس به دفتر نام اعمالت. ارگا انسان برش یک وسوسه شیطان میایم که فلان کار بد را بکو، ملکی که بشانه دست چپ است اجازه نوشتن به الله نمیده، مگه شبه که بندیم در آخرین مرحله توبه کنم این کار را نکنم. واقعا وقتی شخص میره تا به مصر انجام همون فعل گناه، همونجا برش باز ملک الهام میکنه که به خاطر الله همین کار را نکن، و اگر این نمیکنه با وجودی که برای از دیگه بدی نوشته نمیشه، برای از حسنه هم داده میشه. حال ما منعیسی یک کسی که در اینمی نظام باطنی خود صاحب تصرف خود را میگیریم، اینمی ریموت اینمی خیر و شر را خدا به دست ما داده. مثل که کسی در مقابلش یک تلویزیون هست، ریموتش هم به دستش هست، هر چینلی را که بخره میتونه که یک چینل خوب دینی معلوماتی را بگیره، میتونه که یک چینل مبتذل را بگیره. اما دکمه را به دست ما خدا گذاشته که اینی ما اراده کنیم. اراده کردن در مقابل عمل خیر فقط از فرصت آن استفاده کردن است. اما لحظه که مثلا ملک الهام میکنه فعل بدی باید عامل باشی. مثال شما در آن روان هستین، یک گدا مستضعف باید میبینید که واقعا حالت بسیار وخیم داره، یک الهام ملک میشه که در جیبت 1000 افغانی است، بگیم 100 رو به خاطر خدا دمی بده. اونم لحظه اینم الهام گرفت دیگه اجازه نده که شیطان بیا برش وسوسه کنه. 100 تا هم وسوسه کرد به گپ شیطان نکنه. شما ببینید تا پیش گدا رسیدن پس وسوسه شیطان میشه، چی میکنه اون پیسه داده؟ اما مستحق نیست. وقتی که تو تصمیمت قاطع باشه چرا 100 رو پرمیتی؟ مردم هم میبینی به گدایگر 10 رو پرمیده، 5 رو پرمیده، 100 رو پر از کجا میکنی که پیسه را؟ ببینید که وسوسه وسوسه تا ای که او کار نکنه. بله. ما هنر خود را به خرج بدیم، ما فراست ایمانی خود را به خرج بدیم. چرا پیامبر از این مشان میگه اتقوا فراست المؤمن
فاینه و یندر به نور الله. شما از فراست مؤمن پریز که با نور میبنه، یعنی هر قدر که ایمان ما تقویه شوه، هر قدر که معنویت ما قوی باشه، باز وقت ما راحت وسوسه شیطان از سر راه خود دور کرده میتونیم. هر قدر خدای ناخواسته ضعیف ایمان بودیم، متردد بودیم، مصمم نبودیم، اعتماد به نفس نداشتیم، خیلی راحت شیطان سر ما حاکمیت پیدا میکنه و ما را به سوی شر سمت و سو میتونه. بله، مازاد بسیار خوب را اشاره کردین استاد. پس حالا کدام اعمال سبب تقوی ایمان برای فرد میشه و سعادت باطنی میشه و میتونه که یک باطن آرام داشته باشه، با خیال راحت به زندگیش ادامه بده و آرامش را به خود کسب بکنه؟ چقدر سوال زیبا و بجا. بله، اگر ما بخوایم که واقعا اما معنویت قوی داشته باشیم، ایمان قوی داشته باشیم، پیامبر عظیم الشان یک فرمول خیلی زیبا در حدیث به ما مهربانی کرده، میگه المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعین بالله ولا تعجز و این اصابك شیئا فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا ولكن قل قدر الله و ما شاء فعل. پیامبر عظیم الشان میگه مؤمن قوی نزد الله خیلی دوست داشتنی تر است نسبت به اون انسانی که ضعیف ایمان است. اما در هر ایمان خیر و اندازه و ظرفیت ها هست، به خاطر از اینکه انسان تقوی ایمان داشته باشه، اول حریص باشه به اعمالی که در قبالش نفع دنیا و آخرت داره. مثال نماز، عمل است که انسان را در آخرت و در دنیا آرامش در آخرت است. هر عمل شرعی عزیزای بنینده باید متوجه باشند، دو تا پاداش داره: یک، اجر در محشر، نور در محضر. اینی هر عمل خیری را که مخلصانه، مؤمنانه، از ته دل، محضاً لله با حضور انجام بدیم، نورانیت در قلب ما پیدا میشه، تقویه میشه. بله، اجر محشرش هم خدا وعده کرده. پس ما در کل به خاطر تقویه ایمان، صفای باطن، دو شاخصه کار کرد و فعالیت داریم. اول که فرمول پیامبر میگه حریص باش به اعمالی که برات خیر میده، و دوم واستعین بالله، در هر امری که تو انجام میتی اول طلب استعانت از خدا که خدایا من اینی کار خیر میکنم، تو مرا کمک کن. خدایا من میخوام که یک انسان خوب باشم، مرا کمک کن. خدایا من میخوام که امشب تهجد بلند به محضر، تو مرا کمک کن. خداوند کمک میکنه. و عجز و شکستگی در مقابل اعمال خیر و خود را نتید، پیامبر میگه هر عملی که به تو نفع میدن. در تمام امورات انسان بر شر و خیر و ضرر میرسد. پیامبر عظیم الشان میگه اگر به تو در قبال عمل کرد و ضرر هم متوجه میشه، تو نگو فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، تردد به خود را نتید، نگو که اگر این کار را میکردم این کار طور نمیشد. این همین لفظ اگر وسواس شیطان در بسوی تو ما باز میکنه و شما را همه شیطان میخواه که متردد نگه داره. به اون خاطر بگین ولکن قل قدر الله و ما شاء، بعید بگو که هرچی که خدا مقدر کرده بود اما شد. بسیار کساس ببینید مریض داره، پیش یک دکتر میبره، خب عمرش پر میشه، کوشش بندگی نمیکنه، فوت میکنه، کاش که پیش می دکتر نمیبردم نمیمرد. این خود از این گناه هست. کوشش بندگی را کردی، کاش که پیش فلان نفر می رفتم این جور می شد. اینی لفظ اگر انسان متردد می شده. بعد ما در دامنه شریعت می بینیم که یکی عبادت هایی است که مقید به شرایط است، نماز، روزه، زکات، حج، همه اینها باعث صفای باطن است، همه اینها باعث قوت قلب است. شما به در پیرامون نماز پیامبر عظیم الشان نماز از ستون دین معرفی میکنه. هر قدر که انسان با نماز باشه اونم قدر قوت ایمان زیاد میشه. رسول معظم اسلام میگه چی فکر میکنید در رابطه با کسی که پیش روی خانش نر آب باشه، شب و روز 5 بار به او غسل کنه، آیا در وجود از اون ناپاکی میمونه؟ صحابه گفتن هرگز نه. پیامبر عظیم الشان گفت چنین است 5 وقت نماز، یعنی 5 وقت نماز ما را پاک میسازه. و عبادت آیه که مقید به شرط نیست، او عبارت از ذکر است، او عبارت از فکر است، او عبارت از صبر است، او عبارت از سخاوت است، همه اینها عبادت است. یعنی اگر ما بخوایم پیرامون عبادت و اطاعت صحبت کنیم، شاید که چندین جلسه صحبت کنیم. بله. اما در کل همه قدر میگیم که برای تقویه ایمان، صفای باطن، ذکر خدا، عبادت های مقید به شرایط، تفکر به عظمت خدا در عالم مصنوعات،
یک برگ درخت در طرفش نگاه کن تو را به عظمت خدا میرسانه. حضرت امام شافعی میگه یک برگ درخت اگر برای شاگردا گفت اینم برگ درخت برای من خدا را معرفی میکنم. شاگردا گفت چطور امام؟ گفت سگو اینم یک تا برگ درخت راست تا مخلوق خدا میخوره. در وجودش در کارخانه نظام باطنیش سه چیز تولید میشه. بله. کرم میخوره، ابریشم تولید میکنه. زنبور عسل میخوره، عسل تولید میخوره. گاو گوسفند میخوره، شیر تولید میکنه. آیا این قدرت خدا نیست که از یک برگ سه تا نعمت به ما تولید میکنه؟ بله. بله و موضوعات بسیار خوب را استاد اشاره کرده این امیدوار هستم که همه ما و شما بتونیم در آرامش تمام زندگی بکنیم. فراموش نکنیم که از آسایش کرده آرامش مهم هست و آرامش هم با یاد خدا میتونه که حاصل شود که در قلب‌های ما خداوند بزرگ جا داشته باشه. در پایان برنامه معرفت با شما هستیم. بقیه برنامه های تلویزیون آرزو را دوستان عزیز فراموش نکنین. خانه هایتان پر از نور و رحمت الهی باشد. تا درود دیگر، بدرودتان.